با سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. من زهره حقوعلی هستم و مطابق برنامه های گذشته نگرش نو، یکی دیگه از مباحث روانشناسی رو با حضور خوب کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی و پژوهشگر پی میگیریم. سلام به شما خانم دکتر بابک عزیز، خوش آمدید. سلام و درود به شما عزیزان، ممنونم از وقت بسیار مهمی رو که در رادیوی خودتون میذارین برای روشن کردن مردم. خیلی ممنون، ما هم از شما سپاسگزاریم که وقت میذارین برای روشنگری و اطلاع رسانی به مردم خوبمون. خانم دکتر، ما جلسات گذشته صحبت کردیم در مورد روابط بین زوجین، چطور روابط سالم داشته باشن، چطور روابط عاشقانه و یار و رفیق همدیگه باشن صحبت کردیم و امروز میخوایم در مورد اینکه چطور یک گفتمان سالم بین همسران شکل بگیره صحبت بکنیم. سوال اول من از حضور شما این هست که گفتگو کردن اصلا در روابط بین فردی چقدر تأثیر داره و آیا روش گفتگو کردن یک مهارتی که افراد باید کسبش کنن یا نه؟ در خدمتون هست. خواهش میکنم. خیلی اصل یک رابطه، حال میتونه رابطه بین زن و شوهر باشه یا رابطه حتی دوستی، رابطه بین پدر مادر با بچه ها، بچه ها با پدر مادر، در همه روابط خود طرز بیان و گفتگو سالم خودش یک مهارت بسیار مهمیه که خوش به سعادت کسانی که این مهارت رو آموختن از کودکی به عنوان الگو از پدر و مادر، بعد به حال کسی که این الگوی سالم رو نداشته که اکثرا نداشتیم در خاورمیانه و یکی پرحرف و یکی کم حرف یا همش در حال دعوا و قهر، باعث شده که بچه ها یاد نگیرن گفتمان سالم رو. وقتی هم که خودشون زن و یا شوهر میشن در زندگی خصوصی خودشون، این موزل ادامه پیدا میکنه و به نسل نسل به نسل باید بچرخه. همونطور که میدونین در هفته های گذشته در مورد رابطه سالم صحبت کردیم و هفته قبل هم در مورد معشوق بودن در یک رابطه چقدر مهمه، چه زن و چه مرد. حال میخوایم نگاه کنیم ببینیم این گفتگوی سالم چقدر تأثیر گذاره. زمانی که من اگر من گفتگوی سالم بلد نیستم، باید بدونم که یک مهارته و میتونم بیاموزم. یعنی اگر من گفتم بد به حال کسی که پدر مادر الگو نداشته، این دیگه بهانه ای نشه واسه من نوعی که بگم خب دیگه من الگو نداشتم، همینم که هستم، حالا مگه من عوض میشم؟ من بلد نیستم. اصلا زندگی کردن خودش مهارته، زندگی سالم کردن خودش یک مهارته و گفتمان سالم خودش یک مهارته که اکثرا ما غافلیم از این مهارت و وقتی هم که بالغ هستیم تلاش نمی‌کنیم که یاد بگیریم این مهارت رو. ببین، ما هر کسی یه طرز تفکر برای خودش داره، اما قبل از اون یه کوچولو من باز کنم. بین خانم و آقایون تفاوت هست در گفتمان و در طرز تفکرشون. آقایون یه مدل دیگه تفکرشون هست، علایقشون معمولا مثلا به ورزش، به فوتبال، به فرض، به فیلمایی که تخیلیه، فیلمایی ترسناک یا ترسناک. خانمان هم موضوعای اجتماعی رو خیلی بیشتر دوست دارن، موضوعای واقعی رو خیلی بیشتر دوست دارن. اینو باید ما بدونیم در بین خودمون اگر توی رابطه هستیم، همسر من به چه چیزای علاقه منده و من به چه چیزای علاقه مندم، طرز تفکر من چیست و طرز تفکر همسر من چیست. اینا رو باید اول بفهمیم، از یکدیگر بفهمیم. هرگز نباید خودمون رو تحمیل بکنیم که تو هم باید مثل من فکر کنی. زمانی که من تحمیل کنم تو هم باید مثل من حرف بزنی، مثل من فکر کنی، بدونیم که زندگی رو باختیم و رابطه رو سردتر و سردتر میکنیم و خطر طلاق عاطفی به وجود میاد. دو، اگر یکی خیلی زیاد حرف میزنه، طرف مقابل چون اگر کم حرف بوده کم حرف تر هم میشه، یعنی یک افراط و تفرید درست میشه. یا اگر یه نفر اصولا کم حرف میزده، طرف مقابل سعی میکنه بیشتر صحبت کنه که جایگزین بشه و ناخودآگاه دو نفر به جای اینکه یک تعادل و بالانسی به خودشون بدن، یکی میشه خیلی کم حرف‌تر، یکی میشه خیلی پرحرف‌تر. بعد
مورد اتهام هم هر دو طرف همدیگر رو قرار میدن که تو چقدر کم حرف میزنی و یکی میگه خب تو چقدر زیاد حرف میزنی، یا اینکه خیلی وقتا آقایون اصلا دوست ندارن حرفای تکراری بشنون. آقایون اصولا گاسیب کردن و یا بدگویی کردن مخصوصا تکراری رو، حالا بعضی از آقایون دوست دارن بدگویی کردن، ولی اصولا آقایون از بدگویی شنیدن خانوادهشون خوشحال نمیشن، به همون نسبت که خانوما هم دوست ندارن از خانوادهشون بدگویی بشنون. اما تو یک رابطه سالم ما باید یار یکدیگر باشیم. اگر به فرض از دست همدیگه ناراحت هستیم، از دست مادر همدیگه ناراحت هستیم، از دست خانواده همدیگه ناراحت هستیم، اولین کسی که من باید بدونم میتونم باهاش صحبت بکنم همسرم باید باشه. تعصب رو به طور کلی باید بذاریم کنار، کینه توزی و یا بدجنسی رو بذاریم کنار، حرف بزنم. طرف مقابلم باید گوش کنه. شنیدن، خوب گوش کردن یکی از بزرگترین کلیدهای یک گفتمان سالمه. شنونده خوب بودن. صبر کن. طرف به فرض از دست مادرت، خواهرت، برادرت ناراحته، داره تعریف میکنه. نپر تو حرفش. دفاع نکن از اونا. صبر کن، بذار حرفش تموم بشه. وقتی که حرفش تموم شد، احتیاج نیستش که دفاع بکنی از اونا. شاید راست میگه، شاید داره اقراق میکنه، شاید هم داره دروغ میگه، نمیدونیم. اما به هر حال به نظر میاد که اینجوری باید بگم، به نظر میاد که از دستشون ناراحت شدی. این اتفاق امشب افتاد، من ندیدم، به فرض تو مهمونی اتفاق افتاد، میفهمم ناراحت شدی از این قضیه. باور کنید وقتی که من اینجوری بشنوم، همسرم به فرض اینجوری از من بشنوه، آروم میشه. کم 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 دیگه تکرار مکرر اصلا میره کنار. اما زمانی که همش من میخوام غر بزنم، همش میخوام تکرار کنم، همش میخوام بدگویی کنم، دو دلیل داره. یکی اینکه طرف مقابلم شنونده خوبی نبود، نشنید، همدلی با من نکرد، همدردی با من نکرد، منو درک نمیکنه، منو اول و اولویت نمیبینه، تعصب داره رو خانوادش. اینا همه معضلات فرهنگی ماست که باعث اختلاف بین دو نفر میشه. اینه که مجبور میشم من بیشتر هی بگم، حالا دیگه هی تکرار میکنم و هرچی بیشتر تکرار کنم، طرف بیشتر گوشش ناشنوا میشه و نمیشنوه و رابطه ما داره سردتر و سختتر داره میشه و بعد به دعوا ختم میشه متاسفانه. بعد وقتی که به دو نفر من نگاه میکنم، صداشون رو میشنوم، میبینم هر دو دارن همدیگر رو متهم میکنن. اون میگه تو از بس که تو تکرار میکنی، اون یکی هم میگه از بس که تو نمیشنوی. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینیم انگشت تقصیر به طرف هر دو طرف هست و هر دو طرف از دست همدیگه ناراحت شدن. پس طرز فکر خودم رو یک تعدیلی بدم. من ازدواج نکردم که حالا دیگه همه کسشو بذاره کنار، فقط به من فکر کنه، فقط منو داشته باشه. درسته که من اولویتم، تو هم اولویت هستی، اما خانواده ها هم هستند. کسی که محرومیت های متفاوت و یا لوس شده یا محرومیت ها و پر توقع بزرگ شده و پر حساس بزرگ شده، معمولا از همسرش توقع خیلی زیادی داره و اختلافات شدید گفتمان به وجود میاد بینشون. یادمون باشه من نیومدم حرف بزنم که برنده بشم تو رو محکوم کنم. حتی اگر ازت ناراحتم، باید بهت بگم وقتی که اون روز اون حرف رو زدی، من احساس بدی گرفتم، من از دستت ناراحت شدم. یعنی نگم تو اینجوری گفتی، تو مخصوصا گفتی که منو ناراحت کنی. بعد از خودم بگم، وقتی کلمه منو استفاده میکنم به جای تو، طرفو متهم نکردم، طرفو با اخلاق و اصول مجبورش میکنم که بشنوه صدای منو. تون صدا خیلی مهمه. بهتره که برم تمرین کنم، یعنی قبل از اینکه یه موضوعی که احساس میکنم همسرم نشنیده و داره منو خفه میکنه، اعصاب منو خرد کرده، منو به گریه میندازه، منو عصبانی کرده، همه اینا، چند بار تمرین بکنم که چجوری باهاش صحبت کنم. زمان صحبت کردن بسیار مهمه.
نباید هر لحظه‌ای که میخوام حرف بزنم. زمان زمان مهمیه، وقتی خسته است، وقتی ناراحته، وقتی اعصابش خورده، اون زمان زمان صحبت کردن ما نیست. بهترین کار که در دنیای غرب خیلی معموله اینه که میگه میخوام در مورد یک موضوعی با صحبت بکنم، تو به من بگو کی صحبت کنیم، به من وقت بده. این در فرهنگ ما گنجانده نشده، ممکنه در ادارات گنجانده شده باشه، حتی بین دوست و دوستان سختتر میبینیم اینو، ولی در دنیای غرب بین زن و شوهر به راحتی این فرهنگ جا افتاده که به همدیگه، حالا من نمیگم اینا پرفکتن، ولی اکثرا این چنین برخورد میکنن، زمان میدن به همدیگه که چه زمانی با همدیگه در یک موردی که من ناراحت شدم من صحبت کنم باهات. پس گوش کردن به دیگری. حال اگر که میخوام یه چیزی داره میگه که به نظر من داره اغراق میکنه، به نظر من داره اشتباه میکنه یا سوء تفاهم برداشت اشتباهی کرده، صبر کنم، صبر کنم، خفه نمیشم، صبر کنم، میگم حرف تموم شد عزیزم، حالا من اجازه دارم حرف بزنم؟ میگه آره بگو. بعد من شروع کنم. آرامش و تون صدا معجزه میکنه. ولی زمانی که من دارم حرف میزنم یه دفعه وسط حرفم بی خود کردی، کی گفته بی خود کرده، نخه تو همیشه از اون دفعه، تمام کار خراب کردم. یا اینکه من آره، یا اینکه من مرد برگردم داد بیداد کنم که چقدر حرف زدی، چقدر داد زدی، چقدر تکرار میکنی، به من چه مربوطه، برو خودت بهشون بگو. من زن رو بیشتر عصبانی میکنه، برای اینکه من توقع دارم حداقل تو صدای منو بشنوی. ببینید یکی از بزرگترین معضلات ما تعصب به خانوادهمون، در صورتی که در دنیای غرب اصلا به خانوادهشون تعصب ندارن. اینا خانواده ها، پدر مادر رو هم این فرهنگ براشون جا افتاده که زنت اوله، شوهرت اوله، و چون این براشون جا افتاده توقعشون از همدیگه زیرو شده. همین امروز من یه پسر 23 ساله مراجعه داشتم که با مادر امرجنسی وقت گرفته بودن. پسر 23 ساله بسیار خوشتیپ، سال آخر دانشگاهش رو یه دفعه ول کرده، میخواد خودکشی کنه. بعد با مادرش اومدن، به پسرش گفتم میخوای تنهایی باشی؟ به مادر گفت نه مادرم نباشه، مادر نه من میخوام بشینم. مادر بلند شو برو، نه من میخوام بشم، نه پاشو پاشو برو، پاشو برو، بعدا با هم دیگه صحبت میکنیم. به زور از اتاق بیرون که نخواهش کردم بره بیرون. بعد با خود پسر نشستم، گفت من نمیدونم چی بگم، چون مادرش اول گفت 5 دقیقه که میره تو اتاق درار میبنده، چراغا رو خاموش میکنه، با هیچ کس حرف نمیزنه. خب اینا علائم افسردگیه. و دیدم که این بچه که تک پسره و 4 تا هم خواهر داره، اصلا نذاشتن کودکی کنه، اصلا توی لندن 15 سال اینجا زندگی میکنن، نذاشتن نوجوانی بکنه. این جوان رفته دانشگاه توی شهر دیگه، پوستشو کندن از بس کنترلش میکنن. میخواد بره سینما با دوستاش، تو سینما 10 دفعه 20 دفعه مادر پدر زنگ میزنن کجایی کجایی، معتاد نشی، نمیدونم با دوستای بعد. پسری که اصلا اهل این چیزا نیست خودش واقعا، و به جای و تو باید دانشگاه تو تموم کنی که فردا برای ما خونه بخری، مواظب خواهرات هم باشی، تو باید پسر خانواده ای، تو مرد خانواده ای، تو بعد از پدر تویی. یعنی مسئولیت های سنگین پشت سر هم، که این پسر دیگه به جای رسیده که احساس میکنه که دیگه نمیخواد حتی زنده باشه، و خطرناک. مسئله توقع بیش از حده. زمانی که ما صدای بچه‌مون رو نمی‌شنویم، صدای همسرمون رو نمی‌شنویم، کنترل بیش از حد، شوهرمو دائما کنترل میکنم، یعنی شدم مادر کنترلگرا یا شدم پدر کنترلگرا رو سر زنم، اینا گفتمان سالم رو از بین میبره، طلاق عاطفی میاره، به اضافه اینکه خطر خیلی خیلی زیاد دروغگویی، پنهانکاری و بعد خیانت میاره. حتما حتما سوال کنم. اگر احساس میکنم ساکت شده شوهرم، زنم، احساس میکنم سکوت زیاد اومده، بچم، فرق نمیکنه، دوستم، احساس میکنم مثل گذشته حرف نمیزنه، تو خودشه، تو لاک خودشه، سرش همش تو موبایلشه، توجهش خیلی کمتر شده، یا حالتهای گوشه نشینی پیدا کرده، نه پرتوقع نباشم که چیه، مثلا چه خبر. مثلا من یکی از کیسام، بچه از مدرسه خسته میاد،
کیفشو پرت کرده، داد خواه شلوغش کرده مادر که چیه خوشخوشانه تو مدرسه میگذرونی، حالا واسه ما عصبه، حالا بچه ممکنه دعوا شده باشه تو مدرسه، ممکنه بولی شده باشه، یعنی بچه رو تهدید کرده باشن. ای مادر ای پدر، جهنم که این کیفشو پرت کرد رفت تق تق از پله ها بالا، تو برو ببین بچه چشه، تا اینکه قضاوت بکنی که عشق تو کیف تو مدرسه کجا، مدرسه اینا کیف میکنن، حتی تو دنیای غرب خسته بر میگردن. شوهرم هم همینطور، زنم هم همینطور، وقتی اومدم دقیقا. میگم زنم جانم سوال داری؟ منم دقیقا میخواستم همین رو بگم، به غیر از بچه ها این گفتگو بین همسرها خیلی هست که خانما به همسراشون میگن که مثلا سر کار بودی حالا اومدی اخم و تخم تو برای ما آوردی، یا با لحنای متلک با هم حرف میزنن، یا دقیقا. خیلی موقع ها هم خانما شاکی هستن که آقایون مثلا تو مهمونی ها خیلی چرب زبونی میکنن، خوش صحبتن، مجلس گردونن، بعد به خانماشون که میرسن هیچ حرفی برای زدن ندارن، یا میگم مثل اینکه از سر کار برمیگردن مثلا اونق هستن. من فکر میکنم خانم دکتر شاید موضوعی برای گفتگو، حالا شما اشاره کردیم به دعواهای خانوادگی و تاثیر افراد غیر درجه یک روی زندگی آدم، ولی من فکر میکنم که حالا در شرایط نرمال چطور، مثلا در یک شرایط نرمال شاید همسران نمیدونن اصلا در مورد چی باید با هم صحبت کنن، همیشه که مسائل جنسی نیست، توی زندگی روزمره واقعا همسران باید در مورد چه چیزایی نقطه اشتراک پیدا کنن برای صحبت کردن؟ خیلی مهمه در روزمره زن و شوهر چه تلفنی چه با تکس موضوعهای خودشون رو در میون بذارن با هم دیگه. وقتی هم که میان زمان بدن. بعضی از خانم‌ها خیلی سریع به محض اینکه شوهر از بیرون میاد فورا شروع میکنن یا غر زدن از بچه ها یا خسته بودنشون، یا برعکس همینطور. زمان دادن به طرف که بشینه، قدیما مثلا مادر بزرگای ما فورا چای میدادن به شوهراشون که بشینن یه چایی بخورن، رسم ما اینجوری هست. این رو هم که خب میگم would you like a cup of tea، کافی میخورین. مسئله زمان دادن. دوم من باید نگاه کنم ببینم که سوال کنم از همسرم که چرا من احساس میکنم که تو وقتی که بیرون هستی، تو مهمونی میریم یه جایی هستی، خیلی خوب صحبت میکنی، خیلی طولانی صحبت میکنی، ولی تو خونه جوابایی که به من میدی، صحبت‌ها و سوالایی که من میکنم و خیلی خلاصه و با یه جمله کوتاه تموم میکنی میره، و من احساس میکنم با صحبت کردن از من فراری هستی. یعنی سوال کنم از همسرم. یک، همسرم خجالت نکشه، نترسه، شجاعانه بگه مثلا به خاطر اینکه من احساس میکنم حرفا تکراریه. دو، به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی طولانی یه چیزی رو میخوای صحبت بکنی، خیلی طولانی میگی. سه، به خاطر اینکه من به یه چیزای علاقه‌مندم که احساس میکنم تو به اونا علاقه‌مند نیستی، و همین باعث شده که من احساس کنم که خب علاقه‌های ما متفاوته دیگه. این طرف قضیه بعد بگه که اوکی، پس من به نظر تو طولانی صحبت میکنم، پس من تلاش میکنم برای خلاصه گویی. برای اینکه ما یکی از معضلای فرهنگیمون اینه که ما هنر خود خلاصه گویی خودش هنری که نداریم. دوم من پس بیا نگاه کنیم ببینیم که من و تو در چه موضوعهایی میتونیم توافق داشته باشیم و در موردش بتونیم با همدیگه صحبت کنیم و از صحبت کردن با همدیگه لذت ببریم. یعنی به خانم یا به آقا بر نخوره که چی مثلا حالا من چیکار کنم که به علایق تو علاقه ندارم، تو هم به علاقه دعوا نکنم باهاش، بشینیم با هم دیگه به یه توافقی برسیم که خب تو چه فیلمایی دوست داری، من چه فیلمایی دوست دارم، زمانی که تو اون فیلما رو دوست داری، اگر میتونم برای یه مدتی، چون علاقه من میشه آدم خیلی وقتا، مثلا خیلی وقتا ممکنه که اصلا به فوتبال علاقه ندارم، مخصوصا خانوما، بعد از یه مدتی که شروع میکنم بازی رو متوجه میشم، ناخودآگاه علاقه مندم میشم، حالا ممکن نه به اندازه شوهرم، یا حتی اگر علاقه هم ندارم اجازه بدم همسرم اون برنامه مورد علاقه خودشو بدون غور من ببینه، بشنوه، و بعد با علاقه مثلا ازش سوال بکنم که چی شد، نتیجه چی شد. این خودش علاقه نشون دادن حتی نتیجه، احساس خیلی خوبی به همسر این میده که پس تو احترام میذاری برای علاقه که من به فرض به این
ورزش یا به هر چیزی دارم. دوما در مورد نگاه کردن فیلم و یا یک مستند و یا یک برنامه روانشناسی خانوادگی، فیلم راز بقاس، فضاس، هر چیزی که هست، مسائل علمیه، هر چیزی که هست، منم من نوعی حتی اگر اصلا علاقه ندارم سعی کنم بشینم حداقل یک بار در ماه، دو بار در ماه با همسرم بشینم، بغلش کنم، در کنارش بشینم، حتی اگر خوابم برد چون علاقه ندارم، برام جالب نبود، اولا سعی کنم که ببینم علاقه من میشم یا نه. اگه دیدم نه من علاقه من نمیشم، خب زور که نیستش، در کنارش سرمو میذارم رو زانوی، سرمو میذارم روی شونش، اون فیلمش رو تماشا میکنه، منم میخوابم، یا اینکه یه چرتی میزنم، یا اینکه برنامه رو تماشا میکنم، یا اینکه بهش میگم که خب اشکال نداره مثلا منم یه برنامه دیگر، یا مثلا موضوع رو توی تلفنم نگاه کنم تو برنامه تو، ولی در کنار هم باشیم، این جسممون در کنار هم باشه و بعضی وقتا یه علاقه از خودم نشون بدم، نگاه کنم، سوال بکنم، اگر که مزاحمش نمیشم البته. اینا کمک میکنه که ما یه بلنسی داریم به علایق هم دیگه میدیم. یا طرف مقابل که فیلم های خانوادگی رو خیلی دوست نداره، بشینم نگاه کنم، همسرم دوست داره و از این فیلم خانوادگی که اون دوست داره، بعدش بشینیم با هم دیگه انالایز، تحلیل کنیم با هم دیگه که مثلا در مورد این بخشش نظر تو چی بود، در مورد این هنرپیشه نظرت این موضوعش چی بود. این تحلیل کردن و ابراز نظر، تبادل نظر با همدیگه خیلی کمک میکنه که علاقه منتر میشیم و احساساتمون با همدیگه نزدیکتر میشه. چون علاقه تو سه چهار تا خواهر برادر که با هم توی یه خونه بزرگ میشن کاملا متفاوت بزرگ میشن، وای به حال زن و شوهر که کاملا از خانواده های متفاوت هستن. سازش کردن، واقعا ما باید با همدیگه به یک سازشی برسیم، ما با همدیگه سازش نداریم. خود این کلمه، مسئله مسئولیت پذیری، زمانی که من احساس میکنم که یکایی باری رو دارم و زن من یا شوهر من به من میگه تو نگران نشو، من انجام میدم، تو برو مثلا استراحت رو بکن، تو برو به کار دیگت برس، این تبادل مسئولیت احساس خیلی خیلی خوبی به طرف مقابل میده، احساس میکنه که بهم توجه میکنی، احساس میکنه که احترام برام قائلی، دلسوزی میکنی برام، من حواست به من هست، احساس اون برابری رو با هم دیگه احساس میکنیم که تو نمیخوای مرد سالار و یا زن سالار یا مرد ذلیل یا زن ذلیل بازی در بیاری. استقلال خیلی مهمه، زن نباید آویزون شوهرش باشه، شوهر نباید آویزون زنش باشه، یعنی فکر کنه که اینا وظایف مرده، از اون بر این وظایف یک زنه. نه، در دنیای قرن 21 وظایف تقسیم شده یه برابره. معلومه طبیعتاً کارهای سنگین مرد از نظر جسمی قوی تر میتونه انجام بده، ولی بسیاری از کارهای دیگر رو هر دو با هم دیگه میتونن انجام بدن. این اعتماد و حرمت و احترام و صداقت در کنار هم دیگه گفتمان رو خیلی ساده تر میکنه، خیلی بیشتر میکنه. زمانی که من میتونم باهات حرف بزنم، اعتماد دارم بهت، زمانی که تو از خودت حالت دفاعی به خودت نمیگیری، زود عجله نمیکنی که فکر کنی من قضاوت رو تو کردم، حمله کنی به من، اینا به من امنیت میده. ببین، یک زن و شوهر باید به هم دیگه امنیت بدن و این امنیت در گفتمانشون جا میفته و بتونی میشه. اگر گفتمان سالم نداشته باشن، متاسفانه نمیشه رابطه گفتمان سالم شکل نمیگیره. این ارتباط رو باید هر دو طرف ارتباط برابر با هم دیگه داشته باشن به موقع. اگر احیانا گفتم که اگر احیانا مثلا طرف خیلی حرف میزنه یا یه موضوعی رو خیلی طولانی صحبت میکنه، مثلا یکی از خاله های خود من میخواد مثلا تعریف کنه که امروز رفت مثلا خونه حالا دخترش یا خونه هر کسی اینجوری بود، از بچگیش اینجوری بود،
پا شدم، از جام بلند شدم، رفتم کفشمو پوشیدم. یعنی حالا من دارم یه خورده اگزاجوریت میکنم، افراط تفرید افراطش میکنم، ولی شوخی میکنم باش، میگم خودش قشقش میخنده و واقعا داره تلاش میکنه به خلاصه گویی برای اینکه حوصله همه رو سر. بابا اصل مطلبو بگو، ول کن حالا چی پوشیدی، چی کار کردی، چی شد، اونو بگو. بلد نبود خلاصه گویی رو اصلا و واقعا الان خیلی خوب و جالب اینجوری نگه خواستگاری هم همینطوره، کلی اگزکت حرف میزنن اصل مطلب رو نمیگن که اومدن خواستگاری. دقیقا. و الان جالب اینجا اینه که تو گروهی که تو واتساپ خانواده مادری درست کردم من براشون، برامون انقدر جالبه که خودش میاد میگه، مثلا وایس میذاره میگه طولانی صحبت کردن، یعنی اینقدر حواسه، حالا مثلا یک دقیقه همش حرف زده و میگه ببخشین طولانی حرف زدم، که این برای من خیلی خیلی خوب و جالبه. همین که تمرین میکنه این مهارت رو به دست بیاره، خب خیلی مهمه. دقیقا، در صورتی که سالها ازش انتقاد شده بود، ولی حدود چند ماه پیش بود که یه گروه با هم دیگه در یک موردی، من همشون رو جمع کردم، خواستم در یک موردی صحبت کنم باشون و چالشش کردم خیلی سفت و سخت، گفتم که باید عوض شی و گفت قول میدم و رو قولش هم خوب وایساده، داره عوض میشه. خیلی هم عالی. امیدواریم که با شنیدن صحبت‌های شما واقعا همسران به این فکر بیفتن که نقطه ضعف‌های همدیگر رو با مهربونی به هم گوشزد کنن و با هم در موردش صحبت کنن، به هم کمک کنن که رفعش کنن. آره، و بعدش هم طرف مقابل، آخه بعضی وقتا طرف خیلی آروم میگه عزیزم فکر نمیکنی که مثلا داری خیلی زیاده روی یا زیاد صحبت کنی، یا فکر نمیکنی که شاید من چی باز دفاع کردی ازش. باید خیلی مواظب باشیم، اولا طرف اینجوری نباید بگه که فکر نمیکنی که شاید تو مثلا اشتباه برداشت کردی. این اگه طرف حساسه در ابتدا اینجوری نباید با طرف صحبت کرد، بعد بهش گفت صدا تو شنیدم، احساس میکنم که خیلی اذیت شدی، خیلی هرت شدی، دلت میخواد چی بهش بگی؟ بندازمش تو کورنر که خودش ببینیم چی دوست داره بگی، که احساسشو خالی کنه، خشمشو خالی بکنه. تو وقتی خالی میکنه یه احساس بهتری پیدا میکنه، احساس میکنه طرف شنیده، شوهرم راحت میشه یا زنش هم راحت میشه که آخه دیگه حمله هم بهم نکرد که حالا 4 روزم قهر کنه با ما. دقیقا. خانم دکتر، یه موزل دیگه که من اینجا از صحبتهای الان شما به ذهنم رسید اینه که واقعا ما شاید شرقی ها و به خصوص صحبت من ایرانی ها اینه که از احساسات خودمون غافلیم، میدونیم ناراحتیم ولی نمیدونیم چمونه. من یه کتابی چند سال پیش برای دخترم گرفته بودم، یادم نیست نویسندش کی بود ولی ترجمه شده بود، که احساسهای تو اسمش بود، که در مورد عصبانیت، ناراحتی، تمام اینا دونه دونه توضیح داده بود که این احساسها اصلا چی هستن، ولی ماها فقط میگیم ناراحتم، نمیدونیم چمونه. ناراحتم، میگم الحمدلله چیکار کنم، بدبختم دیگه، همینه دیگه، شانسم بود دیگه، چیکار. بابا ببینین، من 15 سال بیشتر به زبانهای مختلف، چه در سازمان بهداشت و بهزیستی و چه تو پرایوت ساندی های خودم سمینار و ورکشاپ داشتم، خب هفتگی، every week، هر هفته بخش اول سمینار من در کشورهای مختلفم رفتم. اصلا روش کاری اینه، اولین کاری که میکنم شروع سمینار اینه که هر کس با یک کلمه بگه همین الان چه احساسی داره. 15-16 خیلی نمیتونن بگن. بچه هاشونو که میآوردن سمینار، بچه 8 ساله، حتی بچه 13 ساله، فرق نمیکرد، بهش میگفتم که به من بگو الان چه احساسی داری. میگو I'm angry، اما اصلا عصبانیم، آرومم، خوشحالم، خستم، قشنگ میگفتن. بعد پدر مادرها اینجوری بهشون نگاه میکنم، میگفتم نگاه کنین، برای اینکه تو این فرهنگ دارن بزرگ میشن، ما بلد نیستیم احساس خودمون رو، لحظه خودمون رو حتی بتونیم تاچ کنیم، بفهمیم چه احساسی داریم. چرا؟ به خاطر اینکه در کودکی احساسات ما به خاطر تربیت غلط و اذیت‌هایی که شدیم جابجا شده و اینا مشکلات فرهنگی و کودکی ماست، آسیب های کودکی، ولی باید یاد بگیریم. بعضی هاشون یاد گرفتن، بعضی هاشون هم تقلب میکردن، یکی که مثلا میگفت خستم، یکی میگفت خوب، حالا چون نباید میگفتن خوبم، کلمه خوبم خیلی آسونه، همه در میرفتن. بله. آره، بعد یک کلمه استفاده میکردن از عواطف مختلف ولی واقعی، و اونا هم که تقلب میکردن فورا میگفتن تقلب کردی.
بگو الان همین الان چه احساسی داری. و این یه موزل بسیار جدی ماست که ما نداریم متاسفانه، با احساس خودمون گمگشته ایم. و موزل بعدی اینه که میگم طرف مقابلم باید منو درک کنه و بفهمه من چه احساسی دارم، در صورتی که خودم با احساس خودم منقلبم و کانفیوزم و حرفم در موردش نمیزنم و توقع دارم اون معجزه داشته باشه و بتونه درک بکنه و احساس منو بفهمه. اینا اختلافات شدید میاره تو روابط و تو رابطه مخصوصا زن و شوهر، بچه، پدر، مادر، بچه ها، دوست، همه. و تو گفتمان سالم میشه یک گفتمان ناسالم. باید همیشه احساسم رو بیان بکنم و همیشه انگوش به طرف خودم باشه، بگم من این احساس رو کردم، نگم تو این احساس رو بهم دادی. اجازه بدم طرف احساس مسئولیت بکنه در مقابل کار خودش. ولی اگر بگم تقصیر تو بود، طرف دفاعی میشه، حالت دفاعی میگیره و اصلا صدای من رو نمیشنه و با باعث دعوا میشه. ممنون خانم دکتر. اگر که صحبتی دیگه در این مورد ندارین، من میخواستم چون از صحبتهای شما یک قسمت اشاره کردین به احساس مسئولیت و تعهد نسبت به خود و دیگران و خب موضوعمونم که همسران بود، اگر اجازه بدین ما برنامه بعدی رو با حضور شما در همین مورد پی بگیریم که این احساس مسئولیت رو بیشتر بشکافیم، در موردش صحبت بکنیم، چون جایی هم شما اشاره فرمودین که در مورد حتی تقسیم وظایف هم همسران باید با هم صحبت کنن، ولی ما میبینیم که این جاش واقعا بین خانواده‌های ایرانی خالی هست. اگر موافقین با این موضوع که برنامه آینده رو با این موضوع بسازیم. حتما، عالیه، حتما عزیزم. ممنون از حضور خوب شما خانم دکتر، واقعا استفاده میکنیم، خیلی ازتون میآموزیم و امیدواریم که به کار ببندیم در زندگیمون، به بچه هامون بتونیم منتقل کنیم مطالب ارزنده که شما ارائه میدین و دوستانمون بشنون و استفاده بکنن در زندگیش. امیدوارم عزیزم، امیدوارم واقعا. شب و روز شما با آرامش و گفتمان سالم ادامه بدم. ممنون، بدرود تا هفته آینده. بدرود عزیز دلم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.